خب سلام به همگی و خوش اومدید به استریم من. من مارک پش هستم، مارک، و استریم درباره برنامه نویسی با گولنگ، لینوکس و سی دارم نشون میدم تو این استریم. دارم یه پروژه روی پروژه کار میکنم که سعی میکنه اون لیتنسی رو محاسبه کنه، لیتنسی یه اتصال TCP رو محاسبه کنه. و این چرا به درد میخوره؟ چون که این فرض کن مثلا توی یه شبکه هستین که دارین یه نمیدونم میخواین مثلا پینگ بزنین، ولی خب پینگ واقعا اونقدر به درد نمیخوره واسه این کار، چون پینگ در مسیر یک تو اینترنت کلا یه جوری دیگه باش برخورد میشه تا پکت های TCP. و دارم یه برنامه می نویسم که بتونیم راوند تریپ تایم یا لیتنسی پکت های یا اتصال های TCP رو بتونیم محاسبه کنیم، چون اون واقعیه و نیازم نیست که یه ابزار اضافه بذاریم که اون ارتباط ها رو برقرار کنه، مثلا پینگ بزنه خودش یا کاری بکنه. استریم های قبلی میتونم یه خلاصه ازشون بکنم. شروع کردیم با استریم اول، فکر کنم شروع کردیم در مورد خود پروژه صحبت کردن، یکم از تئوریش چجوری TCP کار میکنه و سین و سین اک فلگ های TCP. استریم دوم فکر کنم شروع کردیم بیشتر روی خود کد کار کردن و پروژه رو شروع کردیم، و فکر کنم بیشتر و بیشتر تو این استریم سوم و چهارم و پنجم داشتیم رو کد کار میکردیم. این کد ترکیب گولنگ و سی، و این چجوری بگم، کد سیش کامپایل میشه به یه اینستراکشن ست که بهش میگن EBPF. EBPF یه نوع برنامه است که داخل کرنل اجرا میشه. این رو میتونید خودتون کامپایل کنید و کامپایلری که میتونید ازش استفاده کنید LLVM کلنگ سیلنگ، از اون استفاده میکنید که این رو کامپایل کنید، و بعدش این یه سیسکال میزنیم به لینوکس، میگیم خواهشن این پروگرام رو، این آبجکت رو لودش کن توی کرنل. کرنل بعدش بررسی میکنه، خودش یه چیزی داره به اسم وریفایر، BPF وریفایر. این وریفایر بررسی میکنه و تایید میکنه که این برنامه درسته. منظورم با این اینه که مثلا حلقه بی نهایت نداشته باشه، چون نمیخوایم کدی رو توی کرنل بذاریم که حلقه بی نهایت داشته باشه و باعث شه که کرنل هنگ کنه یا هر کد دیگه ای که باعث کرنل کرش کنه. ما نمیخوایم اجازه بدیم چنین کد رو اصلا لود کنیم تو کرنل. واسه همین این وریفایر تمام این چیزها رو بررسی میکنه، چک میکنه، تست میکنه، و بعد از اینکه این کار رو کرد دیگه تو حافظه کرنل هستش، ولی هیچ کاری نمیکنه تا ما به یک جایی تو کرنل وصلش کنیم به برنامه. و من اینجا اگر این رو بیارم کنار، اینجا من یه کد سی دارم. خب این کد سی، توجه کنید که این probe.c، این کد سی کلی از هدرهای خود لینوکس استفاده میکنه برای تایپ ها و از هدرهای بی پی اف استفاده میکنه، مال لیب بی پی اف. با یه برنامه اینجا نوشتیم، این فانکشن همین برنامه است. خب توی سیکشن به اسم کلاسیفایر پروگرام گذاشتیم و این برنامه اجرا میشه، و این برنامه وصلش میکنیم به یه قسمت توی کرنل، بهش میگن ترافیک کنترل. این قسمت توی کرنل ترافیک کنترل یه بخشی از کرنل که توی مسیر دریافت و ارسال پکت های شبکه هست. این ترافیک کنترل به خصوص ساخته شده برای اینکه بتونی خب مدیریت کنی سرعت یا تعداد بسته های یا پکت هایی که ارسال میشه یا دریافت میشه.
فرض کن میخواین QoS فعال کنید روی یه سیستم لینوکس، از همین ترافیک کنترل استفاده میکنید. خب این برنامه اونجا میتونیم وصلش کنیم و میتونیم یه سری کارها انجام. این برنامه اون چیکار میکنه؟ میاد پکت رو که برای هر پکت این برنامه اجرا میشه، یعنی هر پکت که میاد این برنامه انگار جز خود اون کد توی کرنل روی اون پکت اجرا میشه. این چیکار میکنه؟ به عنوان یه پارامتر میگیره همون SKB، که SKB چجوری بگم، پکتی داخل کرنل اینطوری نمایش میده میدیم به عنوان یک SKB. SKB ساکت بافره که یه استراکته که توش خود بافر پکته، یعنی بایت های از صفر تا هر چقدر خود پکت که محتواشه، و بعدش خود فیلد های اسکیپ باف هم هست که تمام این داده های اضافه داره، مثلا طول پکت، تایپ پکت، نوع پکت ببخشید، مارکش، یعنی مارک مثلا میتونیم یه برچسبی روش بذاریم بگیم خب این پکت، میگیم که این پکت برچسب 60 روش میذاریم، و بعدا میتونیم تو مثلا آی پی تیبلز هر پکتی که اون برچسب رو داره، اون لیبل یا مارک رو داره، میتونیم یه کاری باش بکنیم. نمیدونم کیو مپینگ داره که این چیزها دیگه کاملا چیزهایی که خود کرنل فهمیده از این پکت به این موقعی که اینجا تا این پکتی که به اینجا رسیده و این رو آورده گذاشته تو این استراکت، و ما میتونیم این SKB رو بگیریم. اینجا ما داده ها رو پول میکنیم، چون حالا این مهم نیست، ولی خب SKB قسمت های ازش میتونه توی بافر های جدا از بافر اصلی باشه، و ما میخوایم اینا رو بکشونیم، کل پکت رو بکشونیم توی بافر اصلی. بعدش اشاره میکنیم، چند تا اشاره گر میسازیم که اشاره کنیم به شروع اون داده داخل SKB دیتا، میشه شروع پکت و تهش. این اسمشو گذاشتم هد و تیل، سرش و دمش. هد رو بعدش میخوایم ببینیم آیا هد به اضافه اندازه یک هدر ایترنت، آیا بیشتر از یا بالاتر از اون اشارهگر تیل هست یا نه. اگر هست ما اوکیش میکنیم پکت رو، یعنی دیگه میگیم خب انگار بهش میگن ریترن ارلی، خب ارلی ریترن یعنی زود ریترن میزنیم که دیگه ادامه ندیم روی این پکت، ما کاری با این پکت نداریم، این پکت خیلی ریزه به درد ما نمیخوره. ولی خب احتمالی که چنین پکت رو داشته باشیم تو این برنامه صفره، ولی خب این رو باید بذاریم چون کرنل وریفایرش باید مطمئن باشه که قبل از این که به یک جای تو اون پکت اشاره کنیم اون اصلا وجود داره یا نه، یه باید بدونیم که اون وجود داره. مثلا فرض کنیم که این ایترنت هدر 14 بایته و ما میخواییم بایت 12امش رو بخونیم، ولی پکیتی که اومد 10 بایته. خب وریفایر باید مطمئن باشه که خب تو این برنامه میخوای بایت 12ام بخونی، ولی احتمال اینکه این پکت به اینجای برنامه برسه و کمتر از 12 باشه، کوچیکتر از 12 بایت باشه، یعنی احتمالش هست و برنامه اینجا کرش میکنه، unsafe، میموری اکسستون، دسترسی به حافظه یعنی بده، این درست نیست. واسه همین ما باید به این میگن باوند چک، باوند چک میکنیم، چک میکنیم اگر اون ته اون چیزی که میخوایم چک کنیم آیا تو پکت قرار میگیره یا نه. اینو که چک میکنیم بعدش اشاره میکنیم که خب ایترنت هدر یه استراکت میسازیم، اشاره میکنیم به شروع پکت که ما گفتیم هد. یه استراکت به اسم پکت میسازیم که این استراکت این بالا تعریف شده که سورس ادرس، دستینیشن ادرس، سورس پورت، دستینیشن پورت و دوتا فلگ هاشون رو توش گذاشتیم. اینیشلایزش میکنیم پر از صفر. یه آفست میگیریم چون که ما میخواییم برنامه هم برای IPv4 و IPv6
یعنی کار کنه. ما میخوایم که اگر IPv4 باشه آفست رو ستش کنیم. خب بیا اینجا رو نگفتم، ما این ایترنتی که اینجا ساختیم، بعدش ما پروتکل داخل ایترنت رو میخونیم، تبدیلش میکنیم به طور هوست سیستم، NDNS هوست سیستم، یعنی میشه ترتیب بایت ها توی یک چیزی که بیشتر از یک بایت باشه، تبدیلش میکنیم با هوست سیستم و ما به مقایسهش میکنیم با این کانستنت که از خود هدرهای کرنل گرفتیمش. این رو میبینیم آیا این به شکل هوست سیستم NDNS 0800 هست یا نه. اگر هست، ما این آفستی که این بالا گذاشتیم تبدیلش میکنیم به اندازه ایترنت با اضافه اندازه IP هدر IPv4. پس میخوایم بدونیم ته IPv4 هدر IPv4 کجاست، چون ته اون میشه شروع هدر TCP. و بعدش ما میخوایم مطمئن باشیم که این آفست آیا تو پکت قرار میگیره یا نه. اگه نمیگیره خب بیخیال. بعدش این IP هدر رو در میاریم، یعنی این هد رو با اضافه اندازه هدر ایترنت، وقتی که این رو با هم میچسبونیم یا با هم اضافه میکنیم، شروع بایت اول IP هدر رو میگیریم و این رو میذاریمش تو پوینتر این، اشارهگر این، و این استرکت رو میسازیم در واقع. و ما میتونیم اینطوری دسترسی به خود داده پکت داشته باشیم از طریق این استرکت که ما ساختیم، متغیر که اینجا ساختیم. میتونیم قشنگ بزنیم IP داش پروتکل و پروتکل رو بخونیم ازش. ما میخوایم مطمئن باشیم که از اینجا به بعد فقط پکت های TCP بخونیم. خب اینجا پکت TCP داریم از این خط 56 به بعد. اینجا هم میدونیم که IPv4 هستیم. میایم این پکتی که اون بالا ساختیم این رو پرش میکنیم با داده با IP آدرس، سورس آدرس و دستینیشن آدرس، یعنی آدرس فرستنده و گیرنده این پکت. و خب سورس آدرس رو میذاریم توی، خب این تو استریم قبلی این کار رو کرده بودیم، توضیح دادم که چجوری این کار رو میکنیم، ولی ما میخواییم IPv4 mapped IPv6 استفاده کنیم که یه آدرس IPv6 داریم که تهش آدرس IPv4 رو انکود میکنیم با دو تا با بایتاش پر، با یه بایتاشو پر میکنیم با F، یه چند تا از بایتاشو. خب میگیم از سومین U32، یعنی این یه یونیونه که میتونیم این آدرس IPv6 رو چند جور مختلف دسترسی بهش پیدا کنیم، یا میتونیم به عنوان 16 تا بایت بهش دسترسی پیدا کنیم، یا میتونیم به عنوان 4 تا U32 بهش دسترسی پیدا کنیم، یا فکر کنم میتونیم اصلا اینو بازش کنیم مطمئن باشیم. ببینیم go to definition. خب آها اینجا میتونیم ببینیم یا 16 تا U8 U8 میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم، یا 8 تا U8 16 یا 4 تا U8 32، و میتونیم اینطوری بهش دسترسی پیدا کنیم و میتونیم به راحتی یه دونه از اون U8 32 که 4 تا بایت حساب میشه، مستقیما اون 4 تا بایت سورس ادرس و دستینیشن ادرس IPv4 رو بریزیم توش. همینطوری میریزیم توش. بعدش هم این ایندکس پنجمی این U8 16ش رو پر از F میکنیم که این جزء RFC استاندارد IPv4 مپت IPv6 میشه. برای IPv6 اصلا این داستان رو نداریم، همون کاری که قبلا کردیم، ولی این دفعه ما IPv6 هدر رو چیز میکنیم، میذاریم جزء آفست باشه به جای IPv4، چون IPv6 اندازه هدرش فرق میکنه با IPv4، و مطمئن میشیم که این توی پکت قرار میگیره.
و بعدش یه استراکت IPv6 هدر میسازیم که همونطور مثل پکیت قبلی شروعش ته هدر ایترنت قرار میگیره. و ما هم دوباره چک میکنیم آیا TCP هست یا نه. این دفعه اینجا IPv4 مپ فلان نداریم. ما فقط اون سورس ادرس رو از پکت میخونیم، از همین هدر IPv6 میخونیم و میذاریمش توی این پکت دات سورس ادرس. مستقیما اون رو میذاریم توی این. یعنی اینو میریزیم همونه. به جای اینکه اینجا مپش کنیم کار خاصی بکنیم، اینجا فقط مستقیما بهش اشاره میدیم. اینجا هم بعدش میخوایم مطمئن بشیم که این پکت TCP، خب از این سویچ کیس خارج شدیم. اگرم هیچ کدوم از اون چیزا نبود، اگر IPv4 یا IPv6 نبود، میزنیم بیرون، ریترن میکنیم، کاری با این پکت نداریم. اینجا ما میخوایم مطمئن باشیم که ته TCP هدر توی کمتر از دوم این پکته. پس میخوایم مطمئن باشیم که کل هدرها IPv، ببخشید، ایترنت، IPv4 یا IPv6 و TCP داخل پکت قرار میگیره. اگه نمیگیره ما زود ریترن میزنیم، خیلی زود ریترن میزنیم، کاری به این پکت نداریم. و به اینجا میرسیم. اینجا پکیت هایی هستن که ما باش کار داریم. TCP هدر رو ست میکنیم به شروع پکت با اضافه آفست. آفست گفته بودم که ته IPv4 و IPv6 هست، هر کدومشون بستگی به اون سویچ کیس داره. و اگر این TCP پکت سین فلگش فعال باشه، یعنی یک باشه، که این هم سین و سین اک رو میگیره، اگر اینطور باشه ما پورت ها که پورت ها توی هدر TCP قرار میگیرن میذاریم تو همین استراکت پکتمون، اینو پرش میکنیم. اینجا هم که ما میدونیم اینجا سین هست، پس اینو میکنیم ترو و این پکت داد اک رو همون محتوای TCP رو میریزیم توش، همون چیزی که تو اک TCP هست میذاریم تو این پکت. و بعدش اینجا جالب میشه، اینجا ما پرف ایونت آوتپوت میزنیم، این رو ارسال میکنیم از کرنل به یوزر سپیس. این استراکت رو، این استراکت کلن از محافظه کرنل میره تو یوزر سپیس، یا دسترسی از یوزر سپیس به این داریم و یوزر سپیس ما میتونیم اینو بخونیم که این ور تو کد گولنگ این رو نشون میده. ما اینجا توی کد گولنگ یه پایپ، اگه توجه داشته باشید این بالا یه مپ ساختیم اینجا که این توی گولنگ هم بهش دسترسی داریم و از این پایپ که اسمش هم این برام پایپه، خب از این مپ پایپ ریختیم تو پایپ، از پایپ میتونیم یه ریدر بگیریم و از توی گو روتین ما این ریدر رو ازش یه ایونت میکنیم، یه اتفاق ازش میگیریم و اگر ارور داشت میریم دوباره از اول حلقه، ولی اگر ارور نداشت این بایت های خام اون ایونت رو برمیداریم، میریزیم توی کانال به اسم سی و این پایین چون این گو روتین ایسینکرونسه، یعنی جدا از ثرد اصلیمونه، این پایین یه حلقه هست که سلکت میکنیم یا روی CTX دان که اینجا چک میکنه آیا برنامه‌مون سیگنال دان بهش زدیم، کنسل زدیم یا نه، که اینجا اگه کنسل بزنیم برنامه رو میخواییم کاملا ببندیم و اگر CTX دان نباشه میخواییم ببینیم آیا اون چنل که این بالا ساختیم توش چیزی ریختیم یا نه، و اگر هم چیزی ریختیم میذارتش تو ایونت و اینجا یه متد روی یه موجول TCP یا پکیج TCP داریم این پایین که اون بایت های خام رو تبدیل میکنه به یه نوع یه استراکت که ما ساختیم تو گولنگ و این رو میذاره توی این متغیر و این متغیر رو فقط پرینتش میکنه. حالا بذار این رو دمونستریت کنم، نشون بدم بهتون. میزنیم make build خب sudo، این نیاز به sudo داره چون میخواد برنامه توی لینوکس بریزه، سین سیسکالا رو میخواد بزنه، میخواد برنامه رو بذاره توی لینوکس لودش کنه و میخواد وصلش کنه به یه اینترفیس توی لینوکس. اینترفیس منظورم همون کارت شبکه است. خب
اینو اجراش میکنیم با iFace.wlp.receive رو بکنم. این کارت شبکه وای فای. خب iFace. خب اگر اینجا فکر کنم با کارت شبکه وای فای بسلم به اینترنت الان، اگر اینجا بزنم ncgoogle.com اشتاد آره میاد بالا. خب ما از این طریق بهش وصلیم و داریم این هم IPv4 داریم و هم IPv6 داریم. اینا کاملا موفق داره به ما نشون میده. پس مرحله بعدی چیه؟ من گفتم میخوایم این لیتانسی رو محاسبه کنیم، پس باید برای هر کدوم از این اتفاقها، این پکت ها، یه تایم هم داشته باشیم، یه تایم استمپ. اینا چجوری میتونیم داشته باشیم؟ کرنل یه بی پی اف توی کرنل یه هلپر داره، یه فانکشن داره، فکر کنم میشه get time ns. بله خب این یه هلپره که ما صداش میزنیم، یه U64 به ما میده و میگه description return the time elapsed since system boot in nanoseconds does not include the time the system was suspended. این میگه از وقتی که سیستم بوت شده یه تعداد نانوسکند هایی که گذشته رو به ما بده. این به درد ما میخوره. ما تایم ابسولوت یعنی از ایپاک نمیخوایم، ما یه تایم فقط سیستم بوت برامون کافیه، چون در نهایت این تایم رو از یه تایم بعد از این کم میکنیم. یعنی فرض کن مثلا تایم استمپش برای پکت سین یک باشه و پکت سین اکش 5 باشه، 5 منهای 1 میشه 4، اون میشه اون عددمون که ما میخوایم، اون لیتنسی حساب میشه. پس فرق نمیکنه اینطوری، ما از همین هلپر میتونیم خام استفاده کنیم و این رو بفرستیم به سمت یوزر سپیس. برای اینکه بتونیم اینو سپورتش کنیم، فکر کنم این پکت رو بهش یه فیلد اضافه، یه فیلد اضافه میکنیم، میگیم uint 64t ts، اسمش رو میذاریم ts واسه تایم استم. خب و این پایین اگر اینطوری هست میزنیم packet dot ts equals bpf get time چی بود؟ get bpf k time k time ns. خب این کار رو کردیم، میتونیم داره این void دیگه، این کلن میرزدش توی اون، فکر کنم کاملا اوکی هستیم. از این سمت ما تایم استمپ رو میگیریم، باید از این یکی سمت، از این ور تو برنامه گولنگمون اینو ببندم، از این ور باید به این استراکت اضافهش کنم. میگیم تایم استمپ یوینت 64 و این پایین میگیم که آن مارشال باینری. ما تایم استمپ رو میخوایم بذاریم باینری دات بیگ اندین یوینت 64. از کجای پکت میخوایم بخونیم؟ 38 این 38 به چند تا بایت میشه؟ میشه 8 تا بایت، پس به 46. خب فکر کنم این جواب بده. این کار رو میکنیم، دوباره بیلد میزنیم و دوباره ران میکنیم. اینجا یه نتکت به گوگل بزنیم سریع. خب اوکی داریم تایم استمپ میگیریم، ولی این تایم استمپ ها
خیلی به هم نمیخونه. که عجیبه. خب چون که این پنج و خورده ای چیه من نمیدونم. ها عجیبه. اینا همیشه باید نزدیک هم باشن. این عددهای آخرش باید فقط عوض شه. باید اندینسش مشکل باشه برام. شاید لیتل اندین باشه. این رو ببندیم. دوباره بیل بزنیم. دوباره اجراش میکنیم و از این ورم یه آها آره فکر کنم مشکلش NDNS بود، چون اگه الان این دوباره چند بار بزنم این تایم استمپ ها خیلی شبیه هم هم، ولی این عددهای آخرش یکم با هم فرق داره. این آیا به ترتیب میاد یا نه؟ جال اینجاست که آها خب ما اول داریم سینش رو میگیریم و بعدش سین اک میگیریم، که سینش هم قبل از سین اکه که درسته، تمام ایناش درسته. خب اوکی اینش جواب میده. پس بریم یه دیف از این بگیریم، ببینیم آیا میتونیم توی این برنامه یه دیف بگیریم از این دوتا پکیت یا نه. خب ما توی قسمت بکنم دیگه قسمت سیش تموم شده، ما دیگه نمیخوایم دست بزنیم به قسمت سی، از همین هم فکر کنم این دیگه استریم آخری باشه که دارم روی این پروژه کار میکنم، چون قسمت شبکهش دیگه داره تموم میشه. الان داریم میرسیم به قسمتی که داریم با داده کار میکنیم، که اونش دیگه خیلی داستان داره و فکر نکنم به درد استریم بخوره. خب میریم توی پروب و اینجا قشنگ اینجا ما خواهیم کار کنیم. پس یه فانکشن بسازیم که داریم با پکت کار میکنیم. میگیم که پکت اتریبیوت رو میگیریم و یه فانکشن اینجا صدا میزنیم، میگیم calculatency. خب صدا میزنیم و پکت اتریبیوت رو بهش میدیم. این رو فکر کنم بذاریم توی ماژول چیز توی دی سی پی. خب آره فکر کنم آره این کار رو بکنم. میریم توی پکت و اینجا میگیم بانک calculatency و پکت یه تایپ پکت باشه و کاری باشه ریترن نمیزنیم چون اینجا پرینتش میکنیم. اینجا فکر کنم بخوایم اول اینکه بذار به جای اینکه ما کل پکت رو نشون بدیم، خب فقط هشش رو بگیم و نشون بگیم. بذار اول fmt.printline و یا printf بزنیم و نه اینطوری میخوایم چی رو پرینت کنیم؟ اول اینکه میخوایم هش رو پرینت کنیم، پس packet.hash بعدش
packet dots timestamp. اینطوری. فکر کنم این پرسنت دی و پرسنت دی بذاریم و یه سلاش این هم تش بذاریم. بذار این رو انجامش بدیم برای تا این برم سیف بزنیم. میک بیلد. این کوچیکش میکنم از آن بعد میذارمش این گوشه. اینجا هم یه نتکت میاریم بالا. خب دیدیم که هم پکت رفتش سینش و سین اکش هششون یکیه، تایم استمپشون با هم فرق داره. این دقیقا همون چیزی که ما میخوام. حالا بذار یه مپ بسازیم. فکر کنم البته این بهترین روش نیست، ولی فکر کنم چون یه دونه ثرد داریم خیلی مشکل نباشه برامون. ولی اگر ما اینجای بار بسازیم که بذاریم اسمش بذاریم تیبل مپ از uint 64 به چی میشه میتونیم دوباره بزنیم یو این 64. خب برای اینکه بتونیم تستش کنیم ببینیم این جواب میده یا نه. ها توی جای اشتباه گذاشتم، میذاریمش تو پکت. خب اینجا چیکار میکنیم؟ توی تیبل با این هش پکت دات هش چی میذاریم؟ خود تایم استمپ پکت دات تایم استمپ. خب و قبلش میتونیم یه شرط بذاریم، میتونیم بگیم فکر کنم اینطوری تیبل پکت دات هش. میخوایم اول چک کنیم اگه اون هش توی این تیبل وجود داره. خب تایم استمپی که تو تیبل هست از تایم استمپی که الان داریم کمش کن و اون رو نشون بدیم به یوزر. این بهترین راش نیست، ولی فعلا میتونیم یه چیزی نشون بدیم که چجوری این داده رو بگیریم و شاید بعدا الگوریتم رو بهترش کنم، ولی خب میتونیم فعلا این کار رو بکنیم. این هش رو میذاریم، این هش رو چک میکنیم، اگر اوکیه این باید اوکی دیکلر but not use whatever. اوکی if اوکی خب میخوایم که چیکار کنیم؟ اگر وجود داره پکیت الانمون، یعنی بذار اینو کامنت بذاریم که مشخص باشه. If the packet with this hash exists in this table, then get as timestamps هم میخوایم times MTS then get the timestamp and subtract it from the current packet timestamp. خب میگیم اگر پکیتی با این هش وجود داره تو این جدول این تیبل، اون تایمستمپی که تو این تیبل هست رو بگیریم و از تایمستمپ پکیتی که الان دریافت کردیم کمش کنیم. خب میگیم دلتا میشه پکت دات تایمستمپ و منها تی اس. خب و دلتا رو هم باید پرینت کنیم.
میذاریم fmt dot print f و این دقیقا همین کاری که اینجا کردیم، اصلا اینو کپی میکنیم، اینو میذاریم. و میتونیم اون چیز رو دیلیت کنیم از اون جدول. میتونیم بزنیم دیلیت تیبل و پکت دات هش. خب و به جای این پکت دات تایم استمپ دلتا رو پرینت میکنیم. اگر وجود داره این کار رو بکن، اگر وجود نداره خب بریزش توی اون جدول. خب برای اینکه سین اک که سینش هنوز ندیدیم رو نذاریم توی این چیز، میتونیم اینجا اگر دیدیمش و پکت الانمون پکت دات اک باشه، اگه پکتمون اک داشته باشه اینو بریزیم توش، و اگر نه اگه این کارو کرده باشیم دیگه نمیخوایم به این فانکشن ادامه بدیم، یه ریترن بزنیم. خب و اینجا این شاید بهترین الگوریتم نباشه برای این کار، ولی خب دارم یه چیز سریع درست میکنم. اینجا هم میتونیم if فقط تنها این کار بکنیم، اگر packet dot sin باشه. خب ما نمیخوایم sin ack بذاریم توی این چیز، بعد از سینک هیچ تایم استمپی دیگه وجود نداره، این جدول پر میشه. خب calc latency should have a comment whatever commentش نمیذاره. اینو سیوش میکنیم، اینو کنسل میکنیم و یه بیلد میگیریم. امیدوارم این جواب بده، امیدوارم این گلوبال مپ اوکی باشه برام. خب اینو میاریم بالا و یه nc google میزنیم. او مشکل داشتیم، مشکلمون چیه؟ assignment to entry a nil map. ای بابا چرا assignment to entry a nil map؟ چون این چیز نشده، assign نشده. میتونیم assignش کنیم. میتونیم نمیدونم اگه این تو گولنگ اوکی باشه یا نه، ولی if table نمیدونم table goes to make فکر نکنم این واقعا جواب بده ها. کار کرد. خب یعنی ما داریم لیتنسی میگیریم که این چنده تقریبا؟ این میتونیم اینو کانورتش کنیم مثلا ندارم نانو سکندز تو میلی سکندز بیار میدنیم توی چیز این فکر نکنم
این نانو سکنزمون. چطور ممکنه اینطوری باشه؟ یه مشکلی هست. بذار نگاه کنیم. K-Time NS. نه فکر نکنم. نمیدونم مشکلش چیه. یعنی عدد ها تقریبا شبیه همن ها و باید هم اینطوری باشه. ولی احساس میکنم رزولوشنش زیاده. احساس میکنم این باید تقریبا 24 میلی ثانیه باشه. 53 میلی ثانیه. اوه نه، این 533 میلی ثانیه. یا مثلا یه سایتی باز کنم که خیلی نزدیکه. فکر کنم اگر پینگ بزنم به 1111 میبینیم که این تقریبا 4-5 میلی ثانیه از من فاصله داره. خب اگر اینجا بزنیم 1.1.1.1 این تقریبا اینقدر. اگه کسی ایده ای داره خیلی دوست دارم بدونم. والا امکان نداره این اینقدر زیاد باشه. واسه همین به اینجای کد که وقتی داریم با داده بازی میکنیم خیلی حوصله سر بر میشه، آدم دیگه نمیخواد باش کاری بکنه. قسمت کرنلش و ایناش خیلی جالب. خب چرا باید اینطوری باشه؟ آره یه بار دیگه دو تا تایم استمپ رو پرینت میگیره. ممنون آرشن. خب آره بیا دوباره دیگه همین بالا اینجا اگر اوکی بود. اینجا میگم if okay fmt dot print f percent. شاید فرمتینگ هم مشکل داشته باشه. نمیدونم golang format specifier چه جوری یادم رفته. %V میزنیم پس. خب
هش سلش ان میگیم packet in table یا ts in table. ts رو پرینت میکنیم و تو همین پرینت میتونیم اون یکی هم پرینت کنیم. پرینت ts dot timestamp. این رو بیلد بگیریم. خب از این ور نتکت میزنیم. ها ما این عدد ها شاید گنده. بذار این عدد رو تبدیلش کنیم. اینو میذاریم. بعدش میذاریم به جای میلی سکند فکر کنم رو لپتاپ هم کلا از بوت باید باشه. نیست تا میذاریم یه روز خورده ای. این عدد همون مشکل داره. زیاده. حالا چند تا زیاده؟ بذار نه چه عجیبه. میبینی؟ خیلی عجیبه این. یا این همه روزه یا چهار روزه. یکی دیگه هم بیاییم کم کنیم چه نصف یه روز. داده‌ای که از کرنل داریم میگیریم اشتباهه یا از سمت کرنل میتونیم اینو پرینت بگیریم ببینیم مشکلش چیه. خب میتونیم بریم توی کد سیمون و اینجا bpf int k و packet.ts و formatter میخوایم. فکر کنم تو kernel اینجا باید گوگل بزنم bpf print k format specifiers. خب unsigned long %4% LLU. اوکی %% LLU و سیوش میکنیم. این هم dual MIT GPL میتونیم هنوز پرینت بگیریم. خوبه اینو کنسل بزنیم بیلد بزنیم. از این برم میتونیم تو این یکی ترمینال sudo bpf tool prog trace logboot و یه ترمینال دیگه باز کنیم برای همجوری سریع نت کت زدن and see google.com hashtag. خب
اینجا یه عدد اینطوری ما میده که فرق میکنه با این عدد بالاییمون. فرق میکنه. چقدر هم فرق میکنه. از اینو بذاریم توی چیز. آرشن تو چت میگه این تا اول رو بردار، سه اولی رو. نه فکر نکنم اونم جواب بده، چون که این که تو جدوله و این که توی چیز گرفتیم، اگه سه اولش برداریم حداقل ایناش باید بخونه، ایناش نمیخونه. اینم که از کرنل داریم میگیریم مشکل داره. این هم یک روز کامل نیست، یا یک روز نیم نیست. پس چیه؟ این عدد چیه؟ چند تا چیز میتونه باشه؟ یا داریم بدجور نمایش میدیم توی بی پی اف پرینت کی، واسه همه این عدد هم اینجا نمیخونه درست. حتی هم اگر تو چت میگن سه تا سه اضافه، سه تا صفر اضافه کن به ته این، چیکار کردم؟ شست و دو روز چه فرق میکنه؟ نه فرق نمیکنه. کلا این رو ببندیم. این گوگل میزنم ببینیم کسی دیگه از این استفاده کرده یا نه. BPF KTimeMS اوکی KTimeMS. خب این رو بذارم توی ورک اسپیس دیگه که بتونیم راحت بخونیم. خب allow if you have to come with me. یه ببینیم این چیکار میکنه. نه ازش استفاده نمی کنم. نه اینو نخواستم. شاید یو 64 به ما میداد دیگه. شاید بدجور داریم میزنیمش تو استراکت. اگه اینو کپی کنیم بذاریمش توی این چی؟ نه اصلا
نه بذاری همونجا بمون. بذاریم این بالا. هم تقریبا همونه. بزن اول این عدد رو مطمئن باشیم که حداقل بره تو یوزر سپیس، کاری نداشته باشیم به اینکه مال چند ساعت از بوت بوده. و خب اگر هم دقت کنیم این به همین تایم استمپ اینجا هم میخونه، این هم یه تایم استمپ از کرنل تقریبا. پس این فکر کنم درست باشه این عددش. بذار روی این کار کنیم که چجوری این رو درست به یوزر سپیس برسون. من نمیدونم چرا این کار رو نمی کنم درست حسابی. خب k time ns یه U64 به ما میده. اینا رو ببندیم، این رو هم دیگه نیازش نداریم. این netcat رو میذاریم توی ورکسپیس دیگه و این رو میذاریم اینطور. خب این k type ns رو داریم میگیریم، میدونیمش حتی توی این struct که U64 داره، ولی سمت golang فکر کنم دارم بدجور میخونمش. U64 عدد خیلی گنده دارم میخونم. از 38 باید بخونم و بعدش و باید هم 8 بایت باشه. 64 بیت میشه 8 بایت. پس بذار اینجا fmt.print printf این از 38 به 46 بخونم ببینیم چی ما میده و این پرینت های اینجا رو بردارم که دیگه این خالص باشه. این هم برمید، این رو هم این توش میکنیم. این مشکل گلنگ اینه. یه بر دیگه این نتکت میزنم. خب این 8 بایت اینطوریه. fmt.printf %v %n همونو بگیریم. این بار هم نتکت میزنیم. عددش خیلی گندن ولی نزدیک هم هستن. و
کنم اگه نمیدونم حالا اندینس سیستم خودمون باید لیتل اندین باشه دیگه. آره لیتل اندین اندین بیگ اندین اندینس شبکه است، لیتل اندین باید باشه، ولی نمیدونم چرا اینطوری. یو این 64 شاید اینطوری با... نه 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 با اینطوری باشه. اینش من دیگه واقعا نمیدونم. شاید دوتا عدد صفرش نمیدونم. گوگل بزنیم ببینیم. باینری بولنگ اصلا اندینس ببینیم گوگل چی میگه. You warrant. خب بیا یه چی مثل این بگیریم بذاریمش تو همین. آدم یه پلی گول انگور گذاشته. خب ما اینجا این کنترل سی بزنیم، همین رو برداریم، اصلا تایپش میکنیم راحت تایپ. پنج اخ نه این اینطوری کپی کنیم راحت نشه باشه. You weren't running into much of a chill. صفر. یعنی چی؟ ها، سوالش بود. این دقیقا همون کاری که ما کردیم کرد.
you don't care about byte order, you can try this. شاید این به درد ما بخوره. Undefined, unsafe. It's an unsafe opinion. این دیگه، این همونه که ما داریم، همونه. Giant, go like and specific. Integer base 10. من دیگه نمیدونم، نمیدونم چی میتونه باشه. اوکی، من یکم خسته شدم، بعدا شاید رو این کار کنم. ولی تونستیم ایتزی رو کرنل بگیریم، بذاریمش تو یوزر سپیس، ولی بیشتر از اون نتونستیم کاری بکنیم این استریم. شاید استریم بعدی، نمیدونم، اگه یه راه حل پیدا کردم فکر نکنم استریم فایده داشته باشه استریم کنم. استریم بعدی احتمالا در مورد این موضوع دیگه باشه، برنامه نویسی نباشه. برنامه نویسی فکر نکنم خیلی جذاب باشه برای همه، چون تعداد بازدیدها کم شده و خب موضوع های قبلی که مثلا چیزهای لینوکس بود، دستورهای لینوکس، برنامه ها، چیزهای مثل انسیبل، پرومیتیوس، مانیتورینگ و اینجور چیزها خیلی جذاب‌تر بود، یا مصاحبه که یکی رو میارم باش صحبت میکنم و گفتگو میکنیم. استریم های برنامه نویسی قبلیم آپلود نشدن، دچار مشکل شدن، ولی خب اونا رو به زودی آپلود میکنم. و اگر هم سوالی چیزی داشتین میتونین توی یک کانال تلگرام هست، بکنم بزنم توی چت بات، نمیدونم من زیاد با باتم آشنایی ندارم، ولی خب یه کانال تلگرام دارم، میتونم لینکش بعدم بذارم توی، الان میذارمش توی چت. چون لینکش نمیام بالا با این، این لینک کانال تلگرام، یوتیوب هم هست، میتونی استریم های قبلیم رو ببینی، لینک اونم الان میذارم. یه لحظه صبر کنید. این هم لینک کانال یوتیوب هم. و اگر نظری چیزی دارین، یه کانال بات هم هست که میتونی نظراتون رو اونجا بذارین. اونم یه چیز یه کانال تلگرام هست برای اینکه نظرتون رو بدین. اینم یوزرش اینه تو تلگرام. خلاصه که فکر کنم این دیگه استریم آخری برنامه نویسی باشه. امیدوارم که خوشتون اومده، حداقل با مفهوم بی پی اف آشنا شدین.
BPF و چیزهای TCP برنامه نویسی و یکم از کرنل. و خودتونم خب میدونم که تو ایران متاسفانه اینترنت زیاد جالب نیست و شاید این به دردتون بخوره. میتونید این رو به راحتی رو سیستمتون هر موقع درست شد کاملش کردم میتونید رو سیستم خودتون نصبش کنید و داده داشته باشین از ارتباط های TCP تون. البته سیستم خودتون که چون داره اتصال های TCP رو برقرار میکنه این داده رو داره تو خود state machine TCP. ولی خب آره، اگر یه روتر لینوکس داشتین یا یه پای داشتین که همه چی از اون پای رد میشه میتونین این روش بذارین. آره دیگه، یه حرف دیگه ندارم. خب امیدوارم شب خوبی داشته باشید، شبتون بخیر. منم دیگه برم استراحت کنم و شاید این راه حل برای این مشکل پیدا کنم. فعلا خداحافظ، بای بای.